انتخابات و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یکی از جلوه های زنده و فعال زندگی مردم است و شاید که این را باید طبیعت یک حکومت دموکراتیک به شمار آورد. یک شهروند آمریکایی می تواند خود را نامزد ریاست جمهوری بکند. می تواند برای موفقیت در این راه تلاش بکند. می تواند از کمک های مالی و معنوی شهروندان دیگر برای رسیدن به آرمان های خود استفاده کند و از همه مهمتران که می تواند در نهایت آزادی کاندیدایی خود را اعلام کند. اما الزامن باید قوانین و مقررات خاصی را نیز مورد توجه قرار دهد. مثلا کسی که میخواهد خدا نامزد ریاست جمهوری آمریکا بکند باید در آمریکا زاده شده باشد و اما در نظام انتخاباتی آمریکا برای ریاست جمهوری احزاب سیاسی انتخابات مقدماتی خود را برگزار می کنند تا بتوانند از بین کاندیداها کسی را که بیش از سایرین رأی آورده است به عنوان نامزد حزبی اعلام کنند این مسئله تنها برای نامزدهای حزبی مطرح است و نامزدهای مستقل خود پس از اعلام نامزدیشان به فعالیت انتخاباتی میپردازند. ایالت های آمریکا بنابر برنامه که از سوی احزاب سیاسی تعیین می شود، یکی پس از دیگری انتخابات مقدماتی خود را برگزار می کنند. انتخاباتی که در حقیقت انتخابات درون حزبی است زیرا کاندیداهای مختلف از هر دو حزب سیاسی بر سر کاندیدایی رسمی حزب خود مبارزه می کنند و آنگاه برنده مسابقه در مقام کاندیدای حزب دموکرات یا حزب جمهوری وارد صحنه مبارزه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شوند در صحنه مبارزات انتخاباتی آمریکا حضور کاندیداهای مستقل هم از نظر تعداد و هم از نظر امکان پیروزی در مسابقات انتخاباتی بسیار کم است. به عنوان مثال در حال حاضر تنها دو سناتور مستقل بر دو کرسی سنای آمریکا نشستند. سناتور جوزف لیبرمن از ایالت کاناتیکت و سناتور برنر ساندرز از ایالت ورمانت و 98 سناتور دیگر یا جمهوری خواه هستند یا دموکرات. و اینجاست که چگونگی حکومت مردم بر مردم در یک نظام دموکراتیک مانند آمریکا شکل می‌گیرد نظامی که نقش مؤثر انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد را در سرنوشت مردم آشکار می‌کند